در برجام دو گروه مشکل داشتن، یه گروه ایرانی ها، یه گروه آمریکایی ها. شما تو اروپا نیدید خیلی کسی با برجام مشکل داشته باشه. چرا؟ چون آمریکایی ها عادت کردن که با هر کی تعامل میکنن در این تعامل آمریکا دیکته بکنه. گفتگو با ایران، شاه بیت سیاست خارجی دولت بایدن. در 60 دقیقه امشب میپرسیم موانع دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام چیست؟ از میهمانه برنامه درباره چند و چون جهتگیری چهرهای طرفدار مذاکره در تیم بایدن میپرسیم. در ادامه برنامه امشب، تأکید دولت جدید آمریکا بر بازنگری توافق صلح با طالبان. کابل استقبال کرد، طالبان اما نگرانند. در این باره با نماینده و سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد حرف میزنیم. سرکوب تظاهرات هواداران الکسی ناوالنی در چند شهر روسیه، بیش از 2000 نفر بازداشت شدند. از انکار در روزهای نخست تا تلاش برای ساخت واکسن در آستانه موج چهارم، حکومت ایران چطور یک سال را با کرونا گذراند؟ و در گذشته لری کینگ، مجری تلویزیونی که 60 سال افراد سرشناس را به چالش کشید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اندک اندک جمعی در تیم جو بایدن میرسند که شاه بیت حرف آنها گفتگو با ایران است و بازگشت به برجام. از رئیس پیشنهادی CIA و مشاور امنیت ملی بگیرید تا وزیر خارجه پیشنهادی آقای بایدن و معاونان او، همه تجربه مذاکره با ایران را دارند، چه مخفی و پشت پرده، چه علنی و در برابر رسانه ها. حالا احتمال پیوستن رابرت مالی، یک چهره دیگر، به این تیم جنجالی شده، کسی که اظهار نظرهایش درباره ایران خون تندروهای آمریکایی و مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی را به جوش می آورد. سناتوری تندرو مثل تام کاتن به شدت با این گزینه مخالفت کرده. در مقابل سناتوری مثل برنی سندرز از آقای بایدن خواسته که به این مخالفت‌ها گوش نکند. ولی معلوم نیست که این تیم احتمالاً اهل گفتگو کی و چطور پروژه ایران را در دولت جدید کلید می‌زند. موانع چیست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم، گزارشی هم در این باره داریم از پرهام قبادی. 5.5 سال بعد از برجام، چشمانداز پایان فشار حد اکثری آمریکا علیه ایران. اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن، برن بکنن. رئیس جمهوری جدید چینش مهره ها را شروع کرده. آرایش جدید تمایل به آشتی با ایران را نشان میدهد و نه به زانو در آوردن این کشور با اعمال تحریم ها. صحبت از انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکاست. عضو سابق تیم مذاکره کننده آمریکا در برجام، انتخابی که منتقدان توافق را نگران کرده. برای مثال او 2 سال پیش در مصاحبه با مهدی حسن در سایت افشاگر اینترسپت گفته بود 12 شرط مایک پامپو برای برداشتن تحریم ها شکست خواهد خورد و در واقع به معنی سیاست تغییر رژیم ایران است. گفته بود مردم ایران از تحریم ها ضربه می خورند و نه حاکمیت. موضع‌های این چنینی او مخالفان برجام را نگران کرده، از اینکه آقای مالی به اندازه‌ای که آنها می‌خواهند در برابر ایران محکم نیست. اما تا رسیدن به مذاکره هنوز راه مانده. هر دو طرف خواهان بازگشت دیگری به تعهدات است. می‌خواهند طرف مقابل اول پا پیش بگذارد. حرف‌های 3 روز پیش آنتونی بلینکن، گزینه آقای بایدن برای وزارت خارجه، مهر تاییدی بر همین موضع بود. زمانی که ایران نیاز داره تا بتونه به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه، از بیش از 1 سال در زمان برجام به 3-4 ما رسیده. البته بر اساس گزارش ها، و این ما رو بر میگردونه به نقطه بحرانی که قبل از برجام به اون رسیده بودیم. رئیس جمهوری منتخب اعتقاد داره که اگه ایران به تعهداتش برگرده ما هم بر میگردیم. اما از اون به عنوان فرصتی استفاده میکنیم به همراه شرکامون، اگه همراه ما باشن، تا به توافقی بلند مدت تر و قوی تر برسیم. منظور از توافق دیگر، مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ایش است. چیزی که ایران می‌گوید قابل مذاکره نیست.
وزیر خارجه ایران هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد که امروز منتشر شد گفت آمریکا وقتی همین یک توافق را نتوانسته حفظ کند چطور می شود راجع به باقی مسائل مذاکره کرد؟ آمریکاست که در برجام رفوزه شده، آمریکاست که در برجام در واقع از نظر دنیا مردوده. این کشور نمیتونه بگه من در برجام که رفوزه شدم حالا میخوام دو تا موضوع دیگه هم بهش وارد کنم. آقای ظریف همچنین در مقاله‌ای که دیروز در مجله آمریکایی فارن پالیسی منتشر کرد بر همین موضوع پافشاری کرد، این بار برای مخاطبانش در آمریکا. به صراحت گفت شروط تازه نگذارید. دولت آمریکا باید بدون پیش شرط تمام تحریم هایی که از زمان سر کار آمدن ترامپ وضع شدند یا دوباره برقرار شدند یا اسمشان عوض شد را یک جا بردارد. در عوض ایران تمام تمهیدات جبرانی که پس از خروج ترامپ از برجام اتخاذ کرده بود را لغو می کند. سیاست های دفاعی و منطقه‌ای ایران محل بحث نبوده، چرا که غرب حاضر نبود به دخالتش در منطقه ما پایان دهد. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند اما از عمر دولت آقای روحانی کمتر از 5 ماه مانده. توافقی که دشمن‌های خارجی و داخلی زیادی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیام تبریکش به آقای بایدن از ایران به عنوان مهمترین چالش یاد کرد. هفته پیش هم آقای ظریف دو کارت زرد از مجلس ایران گرفت، از جمله به خاطر تلاش برای مذاکره با آمریکا. نشانه هایی از مقاومت دو طرف از احتمال آشتی. به این گفتگوها خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. قدرتمندترین مرد ایران هم از روز اول بدبین بوده، اما اگر موفقیتی هم حاصل شود مقامات خواهند گفت از رهنمودهای او بوده. تنها برنده این بازی فارغ از نتیجه و مردمی که 4 دهه است گرفتار این دشمنی شدند و تا به حال تنها بازنده این بازی اند. پرهام قبادی، بی بی سی. کامران بخاری از مرکز مطالعاتی سیاستگذاری جهانی از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای بخاری، وقتی نگاه میکنیم به چینش تیم سیاست خارجی آقای بایدن و همینطور مشاور شورای عالی امنیت ملی، آیا این تیم در رابطه با مشکلی که در رابطه ایران و آمریکا هست چیده شده؟ به نظرم میرسه که آقای بایدن تیم قوی رو چیده. آیا اونها به اندازه کافی در مورد همه مسائل قوی هستند در زمینه مسائل امنیت ملی و همینطور سیاست خارجی؟ و اینکه خیلی حوزه گسترده است، بخصوص وقتی از نگاه آمریکا نگاه میکنیم. اونها باید همه مسائل در مورد آمریکا رو بهش برسن. وقتی به ایران میرسیم مسئله خیلی دو قطبی هست در آمریکا. کسانی هستند که جنگ طلب هستند در مورد ایران در آمریکا و کسان دیگری هستند که نگاه پراگماتیک تری دارند به مسئله. بنابراین به نظر می‌رسه که در مرحله اول در مورد این گذاشتن این افراد به نوعی واکنش منفی داشتیم و هستند کسانی که میگن این افراد آگاهان درستی نیستند در مورد مسئله ایران. ایران طرفداران زیادی یا موافقان زیادی در کنگره آمریکا نداره، حکومت ایران. چقدر ممکنه که اونها بتونند مشکل ایجاد بکنن برای تیم آقای بایدن اگر بخواد وارد مذاکره بشه، اگر بخواد امتیاز بدن؟ فکر می‌کنم ببینیم، به هر حال آمریکا باید با ایران به شکلی و به نحوی کنار بیاد. وقتی که آقای اوباما دولت رو ترک کرد ما رو با برجام گذاشت، وقتی آقای ترامپ دولت رو ترک کرد او ما رو در شرایطی قرار داد که برجام به طور کامل به نظر میرسه شکست خورده، بخشای ایران خارج شده تعهداتش، آمریکا ایران رو با تحریم‌های مواجه کرده. این چیزیه که دولت بایدن به ارث برده، شرایطی که
شرایط چندان درستی نیست. در طول 4 سال گذشته اتفاقاتی افتاده که ما نمیتونیم امروز برگردونیم و شرایط رو برگردونیم به شرایطی که 4 سال پیش بوده. خیلی چیزا تغییر کرده، انقدر تغییر کرده که به همین خاطر دولت جدید باید به سراغ ایران بره. فکر میکنم دولت بایدن درسای زیادی گرفته از این که چه مشکلاتی بود در توافقی که دولت اوباما بست با ایران و حالا چطور میتونه اون رو حل بکنه. و به نظر میسه که او این انتقادها رو در نظر میگیره، ولی در این حال باید پیش بره. سوال اینه که چطور میخواد پیش بره با شرایطی که دولت قبلی برای او به وجود آورده. دقیقا فشار حد اکثری اسمی بوده که سیاست دونالد ترامپ در زمینه ایران داشته، کم و بیش روشن بوده. آقای بایدن میخواد چه کار بکنه؟ فراتر از مذاکره، عبارت مذاکره ما چی میدونیم؟ چه نقش راهی داره؟ من فکر نمی کنم که جزئیات زیادی الان بیرون باشه راجع به این مسئله. اون چیزی که میدونیم که با نوشته ای که آقای ظریف در فارن افرز نوشته بود، به نظر میرسه که زمانش کاملا، زمان بندیش خیلی جالب بود. 2 روز بعد از اینکه آقای بایدن در واشنگتن به قدرت رسید و این رو منتشر کرد، به نظر میرسه در پشت صحنه نشون میده که یک مذاکراتی در کار بوده و بخش‌هایی از اون صحبت‌های آقای ظریف به نظر میرسه که به اشاره به دیپلماسی داره، ولی نمیدونیم جزئیاتی که آقای بایدن میخواد با اون جلو بره چه خواهد بود. در گزارشی که من در نشنال اینترست نوشتم، اونجا گفتم که بدون در نظر گرفتن این که ترامپ چه کاری کرد در 4 سال گذشته، و شما میتونید هر نظری داشته باشید در این مورد، ممکنه منتقدش باشید یا موافقش باشید، ولی یک شرایط جدیدی، واقعیت جدیدی شکل داده. من فکر میکنم این به نفع آقای بایدن شده. وقتی که آقای بایدن میره سر میز مذاکره با ایران، از موضع قدرت میتونه بره اونجا، برای اینکه آقای بایدن میتونه که ببینید ما این تحریم ها رو الان داریم، من میتونم اینا رو بردارم، این تحریم ها رو، اگه شما این کار X, Y و Z رو انجام بدید. بنابراین من فکر میکنم اگر از این اهرمی که در دستش هست و به نظرم باید درست استفاده بکنه از اون وقت میتونه یک توافق بهتری رو از نظر آمریکا از ایران بگیره. ممنونم از کامران بخاری از مرکز مطالعاتی سیاستگذاری جهانی در واشنگتن دی سی. 2 مهمان داریم. مرتضی اسماعیل پور روزنامه نگار از کانزاس سیتی با ما هستند و همینطور یوسف عزیزی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی. سوال اول رو از آقای عزیزی میپرسم. آقای عزیزی، 6-7 ماه پیش و بلکه قبل از اون گفتگوی من داشتم که شما هم در اون بودید و حرفتون این بود که جمهوری اسلامی باید سیاست صبر استراتژیک رو همینطور ادامه بده، دست به کاری نزنه تا اینکه دوران ترامپ بگذره، در دوران بایدن دست بالاتری خواهد داشت. اینم دوران بایدن چه اتفاقی افتاده؟ با عرض سلام خدمت شما، بینندگان عزیزتون و مهمان گرامی برنامه. ببینید، من نگفتم صرفا صبر استراتژیک، بحث همین بود که ایران باید توانمندی های خودش در حوزه هسته‌ای و قدرت، توانمندی های در واقع مختلف خودش در منطقه و قدرت دفاعیشو افزایش بده، که این کار رو کرده. البته با یه تاخیر 1 ساله متاسفانه بعد از خروج آمریکا از برجام، که اون تاخیر 1 ساله امیدواریم در آینده باعث حسرت ایران نشه. ولی در هر حال اتفاقی که الان افتاده اینه که آقای بایدن و تیمش میدونن که هر چقدر دیرتر با تاخیر بیشتری برگردن به تعهدات برجامی خودشون که مهمترینشون رفع تحریم‌های بانکی و نفتی هستش، ایران در زمینه هسته‌ای به اون توانمندی خواهد رسید که برگشت پذیری اون سخت‌تر میشه. چون نکته‌ای که الان وجود داره اینه که هر دو طرف میگن خب باشه، آمریکا برگرده به تعهدات، ایران هم برگرده. حالا اینکه با چه سرعتی کدوم طرف اول بیا، با چه مرحله، این قراره توی مذاکرات آتی مشخص بشه، ولی هر دو طرف میخوان برگردن به تعهدات برجامی. اگر آمریکا یا دست و دست هم بذارن و ایران در واقع توانمندی هسته‌ایش رو بسیار بیشتر بکنه از زمان قبل از برجام، وقت بازگشت پذیری ایران بسیاری نیست. هستش که ایران در خود مطالعات بیشتر آمریکایی خواهد داشت اگر واقعا آمریکا نگران بحث هسته‌ای ایرانه. آقای اسماعیل پور، شما چی فکر میکنید؟ بایدن اهرم لازم و کافی رو داره برای فشار آوردن بر حکومت ایران؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان دیگر برنامه و همچنین مخاطبین عزیز. من فکر میکنم یک سوال این وسط جا موند، اصلا جمهوری اسلامی باید نسبت به برجام تعهد داشته باشه یا آمریکا؟ ایالات متحده اون چیزی رو میگه که در برجام نقض کرده از سوی جمهوری اسلامی، پس جمهوری اسلامی هستش که باید اون باج‌خواهی و اون ماجراجویی و همچنین تهدیدات ساخت بمب هسته‌ای و یا غنی‌سازی 20% و مسائل چنینی کنار بذاره. اون چیزی که نگرانی اروپایی‌ها شده، اون چیزی که نگرانی حتی فردی مثل هنری کیسینجر شده که مشخصاً به تازگی اعلام کرده که باید ما همین راه ادامه بدیم، چرا که جمهوری اسلامی قابل کنترل و پیش‌بینی نیستش. ما بارها شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی عملاً یک نوع تهدید کرده، مجامع بین‌المللی تهدید کرده و یا طوری از برجام عبور کرده که حتی منتقدین داخلی که به نوعی میشه گفتش سوپا به اطمینان در حکومت جمهوری هستن، اونها هم شاکی شدن. به نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی نیاز به یک نوع کنترل مهار نسبت به واکنش‌های خودش داره و به همین دلیل دولت بایدن در حال حاضر با انتخاب افرادی شبیه به کسانی که الان اسم اشاره شد بهشون از وزیر خارجه و یا کسانی مثل آقای رابرت مالی و دیگران، خانم شرمن و دیگران، مشخصا اینه که در مقابل جمهوری اسلامی بیشتر مماشات میکنه و توان کنترل و مهار جمهوری اسلامی که هر لحظه احتمال داره صلح منطقه رو به آشوب بکشه، هر لحظه احتمال داره خود آمریکا رو با تهدید جدی روبرو کنه. از سوی دیگه اگر جمهوری اسلامی دارای قدرت هسته‌ای بشه، کما اینکه خیلی هم تلاش میکنه و مروجان این تفکر فاشیستی جمهوری اسلامی به نوعی همیشه سعی کردن بگن ما بمب هسته‌ای داریم و یا خواهیم داشت، نمونش به تازگی فردی ترور شد که گفتم پدر بمب هسته‌ای بوده، مشخصا اگر با این سیستم، با این تیم تشکیلاتی که آقای بایدن در نظر داره، سخت مهار و کنترل جمهوری اسلامی. آقای عزیزی؟ نه، صحبت‌های مهمان برنامه‌تون که اصلاً بر روی منطق و شاهد مثال نیست. در مورد بمب هسته‌ای هم که کاملاً حرفشون اشتباه هستش، کاملاً دروغ دارن میگن و این درست نیستش. اما ببینید، اگه بخوایم بحث رو بزرگتر ببینیم، بحث اینه که خب چرا آمریکا، چه در زمان آقای اوباما چه در زمان آقای ترامپ، می‌خواست با ایران تعامل کنه. حالا نحوه تعاملشون فرق می‌کرد، ولی بالاخره می‌خواستن تعامل کنن و الان آقای بایدن هم می‌خواد این کار رو انجام بده. در فضای بزرگتر اینه که هیچ مسئله‌ای در منطقه خاورمیانه نیست مگر اینکه ایران باید سر میز مذاکره باشه تا اون مشکل حل بشه. مسئله اینه که آمریکا فرقی نمیکنه بین دموکرات‌ها یا ریپابلیکن‌ها، یک گروه کوچکی از حالا لابی صهیونیستی و لابی سعودی، اونها میخوان در واقع آمریکا هنوز حضور نظامی بسیار قوی در منطقه داشته باشه، ولی ریپابلیکن‌ها و دموکرات‌ها هر دوشون میخوان در واقع حضور نظامی آمریکا، فوتپرینتش رو میخوان کم بکنن در منطقه خاورمیانه و اون رو انتقال بدن به شرق آسیا و جاهای دیگه. بنابراین اونها نیاز دارن که یک مکانیزم و یک بالانس قدرتی در منطقه ایجاد کنن. اصلا بحث هسته‌ای ایران یک پیشقدمی بود، همینطور که بارها هم گفته شده، برای اینکه مذاکرات آتی در این بستر شکل بگیره. آقای اوباما این کارو کرد و قرار بود به سمت چیزهای دیگه برن. رهبر جمهوری اسلامی رو بارها هم گفتیم، رهبر جمهوری اسلامی با همه انتقادی که نسبت به برجام داشتن، گفتن اگر آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون در برجام عمل کنن، ما حاضریم در مسائل دیگری که در مورد امنیت منطقه هست با اونها صحبت کنیم. نمیشه ما به یک باره وقتی یک تعهد بین‌المللی شده، همه دنیا، شورای امنیت ملی سازمان ملل، همه دنیا گفتن که آمریکا از تعهدات خودش خارج شده و خلاف عمل کرده، قوانین بین‌الملل رفتار کرده، اون وقت ما از ایران انتظار داشتیم که بره گام‌های بعدی رو در حوزه منطقه‌ای برداره. آیه اسماعیل پور، از لابلای حرفای آقای عزیزی و بحثایی که مطرح شد، من اینطور می‌فهمم که دیدگاهی وجود داره که ایران غیر قابل چشم پوشیه و این تیمی که چیده شده هم بازتاب در حقیقت پذیرش چنین واقعیتی. اجازه بدید من اشاره کنم که دوست دارم که تحلیل‌ها به جای محفلی شدن اشاره به یک نوع اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی که مهمان برنامه داشته، کمی واقع‌گرانه باشیم. مثلا تابلوی 25 سالی که برس نابودی کشور اسرائیل هستش، با چندین میلیون نفر در اونجا، بحث بمبارون مردم، بمب‌های بشکه‌ای که بر سر مردم مخالف دولت بشار اسد در سوریه ریخته شد صحبت کنیم. اجازه بدید در مورد 1500 نفر کشته در خود ایران صحبت کنیم. آقای اسماعیل پور، بحث ما روشنه، مشخصه. ما در مورد تیم جدیدی داریم صحبت می‌کنیم که محل مناقشه است، محل جنجاله، میتونه از جهتی هم نشان دهنده حرکت آقای
بایدن باشه. مواردی که شما اشاره کردید ما دربارش بحث کردیم، در آینده هم بحث خواهیم کرد، ولی لطفاً در محدوده خود بحث صحبت کنید. ادامه صحبت من همین بود که جمهوری اسلامی قابل مهار نیست و اون چیزی که آقای رابط مالی که در سال 2008 با گروه حماس به صورت مخفیانه مذاکره کرد و اون موقع هم خود آقای اوباما از کمپین انتخاباتی خوش اخراج کرد و البته سال 2014 ایشون مشاورش شد، یعنی مهر تاییدی کرد بر دیپلماسی تروریستی و دیپلماسی مخفیانه که رابرت مالی داشتش. اون چیزی که مشخصه تیم آقای بایدن کسانی هستن که بحث لغو توافقنامه 2231 رو پیگیری کردن در گروه بین‌المللی بحران و خیلی اصرار بر این داشتن که بحث محدودیت‌های تسلیحاتی برداشته بشه. اون چیزی که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی موشک پرانی می‌کنه، جمهوری اسلامی تهدید میکنه مجامع بین‌المللی و غنی‌سازی رو به 20% میرسونه و از یه طرف مانع ورود بازرسان بین‌المللی بحث انرژی هسته‌ای میشه. اون چیزی که از جمهوری اسلامی که توافق زیر سوال میبره با حمایت از گروه‌های تروریستی با تهدیدات هسته‌ای و مسائل اینجوری، همه ما میدونیم که برجام صرفاً جهت مهار بحث هسته‌ای ایران بودش، بمب‌های اتمی ایران بودش و جمهوری اسلامی با تهدیداتی که میکنه از خروجی‌های مختلفش، از رسانه‌های سپاه، از جمله تسنیم و دیگران و مخصوصاً کسانی که در خارج کشور به عنوان مروجان جمهوری اسلامی هستند که سرکوب به مردم رو در ایران همواره انجام میدن. آقای عزیزی، به نظر میاد که همه بر این نقطه اتفاق نظر دارن که فرصتی برای گفتگو ایجاد شده. تا چه زمانی فکر میکنی که پنجره گفتگو باز هست؟ بله، من سریع جواب بدم. اول اینکه ضدیت با سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل و رژیم آپارتایدی که در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد کرده، این ربطی به یهودی ستیزی نداره. یهودیان هم میهنان ما، برادران ما هستند و دینشون مقدسه و همه میدونن که در قرآن چقدر نام حضرت موسی اومد و چقدر احترام به ادیان مختلف مخصوصا یهودی‌ها سفارش شده. این حرف درست نیست. مهار ایران که گفتن، این هم دوباره حرف اشتباهی بود. مهار ایران سیاست هر دو حزب آمریکاست، حتی سیاست کسانی که الان سر کار هستن در دولت آقای بایدن. اما مهار ایران راه و روش خودشه داره. مهار ایران از راه و روش آقای ترامپ نتیجه عکس میده و قبل از اون 30 سال قبل از اون، قبل از دولت آقای اوباما هم، حتی دوره اول آقای اوباما، این تجربه اشتباه رو آمریکا با جمهوری اسلامی داشت. اصلا فلسفه انقلاب اسلامی یکی از در واقع نقاط مهمش همینه که رفتار قدرت‌های بزرگ باید با مردم ایران رفتاری توأم با احترام متقابل باشه و از جایگاه احترام متقابل باشه. در مورد غنی‌سازی 20% و بازرسان، واقعا حرفای ایشون اشتباهه، حالا جداگانه میشه در موردش بحث کرد اگه سوال بود. اما در مورد فرصتی که گفتی، ببینید اگر آقای بایدن، وقتمون خیلی کمه آقای سری میگم، اگر آقای بایدن توجهی نداشته باشه به فشارهای داخلی و به سرعت به برجام بازگرد به اون شرایطی که قبل از سال 20 ژانویه 2017 بود، ایشون 3 سال حداقل فرصت داره تا در واقع روابط رو مستحکم بکنه. ما میدونیم در سال 8 برجام باید در واقع به کنگره آمریکا این درخواست داده بشه که تحریم‌هایی که در مورد هسته‌ای ایران هست در کنگره لغو بشه. این یه نکته مهم هست. آخرین سال در واقع دولت آقای بایدن سال 9، باید ببینیم چه تعهداتی طرفین در برجام در سال 9 دارن. و در واقع اگر آقای بایدن به سرعت برگرده به برجام، در این 3 سال میتونه اون اعتماد دو جانبه و اعتماد جهانی رو ایجاد بکنه تا بتونه وارد مراحل بعدی مذاکرات بشه در مورد مسائل منطقه‌ای، در مورد مسائل دیگه. ولی این نیازمند اینه که آمریکا واقعا نشون بده که در واقع مثل نه سال آخر دوران آقای اوباما و نه در این 4 سال اخیر در ضدیت با قوانین بین‌الملل رفتار میکنه و احترام مردم ایران رو نگه میداره. آقای اسماعیل پور، شما نسبت به موضع جمهوری اسلامی مشکوک هستید. اومدیم و ایران انعطاف لازم رو نشون نداد، در اون صورت چی میشه؟ الان مواردی که دوست عزیز اشاره کردن، راستی آزمایش خیلی سخت نیست و مشخصا جمهوری اسلامی یک حکومت غیر قابل مهار هستش. من اگه ممنون میشم یک بار دیگه سوالتون رو بپرسید، چون میترسم اشتباه پاسخ بدم. شما به نظر میاد که نسبت به نیات جمهوری اسلامی شکای جدی دارید. اگر جمهوری اسلامی انعطاف نشون نده در برابر تیم بایدن، مذاکره در هر صورت بده و بستانه، در اون صورت چه خواهد شد؟ ببین، همین الانش جمهوری اسلامی فکر میکنه دولت بایدن دولتی هستش که تمام امتیازات رو بهش خواهد داد، همونطور که البته قبلا هم دولت من دولت بایدن و دولت اوباما میدونم.
من تصورم برای اینه که روندی که دولت بایدن داره به نوعی میخواد در تقابل با دولت ترامپ باشه و به خاطر این مثلا امتیاز خواهد داد و اجازه خواهد داد که جمهوری اسلامی همچنان اون رفتارهای خشونت آمیز خودش رو در ایران انجام بده و از طرفی در بحث برجام هم به نوعی میشه گفت مذاکرات پنهانی انجام بشه که جمهوری اسلامی صرفا این ادعاها و گزافه‌گویی‌هاش رو در مجامع بین‌المللی کم کنه، چرا که همه ما شاهد این هستیم و اخبارش وجود داره. حالا دوست عزیزمون نمی‌بینن نمی‌خوام ببینن، اون یه چیز دیگه است، ولی اون چیزی که مشخصه جمهوری اسلامی سعی بر این داره که خودش رو به عنوان قدرت منطقه نشون بده و به دنبال آشوب باشه، نفوذ کنه در کشورهای مختلف و گروه‌های تروریستی حمایت کنه. اون چیزی که مشخصه اینه که دولت بایدن می‌خواد جمهوری اسلامی رو از منظر حداقل رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی کمی عقب نشینی بده که باهاش مذاکره کنه. ولی اگر چنین نکنه، من تصورم برای اینه که جمهوری اسلامی در شرایط صعود هستش، یعنی مجبور هستش به مذاکره. یعنی اگه هیچ راهی برای این نمونده، چون سرکوب داخل انجام میده، اگه فشار بین‌المللی ازش کم بشه و حمایت بشه، مجبور میکنه سیاست‌های خودش رو تغییر بده و در نتیجه با دولت بایدن به نظرم به توافقاتی خواهد رسید که واقعا این بسیار باعث تأسفه، چون بحث حقوق بشر نادیده گرفته میشه تو این وسط به خاطر مباحث سیاسی. سپاسگزارم از مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار از کانزاس سیتی، و یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی از واشنگتن دی سی. گروه طالبان گفته به تعهداتش در قبال توافق با آمریکا پایبند است و از واشنگتن هم می‌خواهد که به تعهداتش پایبند بماند. دیروز مشاور امنیت ملی جو بایدن اعلام کرد که توافق یک سال پیش با طالبان را بازنگری می‌کند تا مطمئن شود که این گروه به تعهداتش از جمله کاهش خشونت‌ها در افغانستان پایبند بوده. دولت افغانستان از این تصمیم استقبال کرده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که خشونت‌ها نه تنها کاهش نیافته که بیشتر هم شده. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. افغانستان زیر ذره‌بین حکومت تازه آمریکا در اولین روزهای کاری، قدمی پیشتر برای رسیدگی به روند صلح افغانستان. مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته کاخ سفید در صدد مرور توافقنامه کشورش با طالبان است تا مشخص شود که این گروه چقدر به تعهدات خود عمل کردند. تعهداتی که به گفته دولت افغانستان عملی نشده. متاسفانه دامنه خشونت وسیع‌تر شده، ترورهای هدفمندانه دوام داره، انفجار، انتحار و جنگ هم همونطوری که توقع می‌رفت مردم افغانستان توقع داشتن تا ما به نتیجه برسیم حداقل روی کاهش خشونت به شکلی با تأثیر و تأثیرمند، همین موافقه هم تا به حال صورت نگرفته و دلیلش متاسفانه اصرار طرف مقابل یا حرکت طالبان بوده. امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، با نشر بیانیه‌ای گفته آمریکا با تلاش دیپلماتیک قوی و منطقه‌ای از روند صلح افغانستان حمایت خواهد کرد که هدف آن کمک به دو طرف جنگ برای دستیابی به یک راه حل سیاسی پایدار و عادلانه و برقراری آتش بس دائمی است، آنچه را که توافقنامه آمریکا با طالبان به دنبال نداشته. بر اساس این توافقنامه طالبان مکلف شدند حمله به نیروهای خارجی و حملات انتحاری را در کلان شهرها متوقف کنند و خشونت‌ها را در کل کم. هرچند که این گروه به سربازان آمریکایی حمله نکرده، ولی حملات این گروه به نیروهای امنیتی افغان، انفجار ماین‌های مغناطیسی در شهرها و ترورهای هدفمند افزایش یافته. مسئولیت دو مورد اخیر خشونت را این گروه پس از توافق با آمریکا هرگز به عهده نگرفته. طالبان و دولت پاکستان با پیروزی آقای بایدن تأکید به عملی شدن توافق صلح میان آمریکا و طالبان کرده بودند. توافقی که حالا زیر چشم بررسی جو بایدن است. فردی که تا اینجای کار پای روی بسیاری از سیاست‌های دونالد ترامپ گذاشته. مقام‌های افغان پیش از این نارضایتی خود را از توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا اعلام کرده بودند، در حدی که امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، گفته بود آقای ترامپ در دادن امتیاز گسترده به این گروه اشتباه کرده. حالا بررسی دوباره این توافق امیدی را برای روشن کردن بیشتر جزئیات و اعمال فشار برای کاهش خشونت در افغانستان ایجاد کرده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
نصیر اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس از ژنو سوئیس با ما هستند. آقای اندیشه، تماس جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن با حمدالله محب همتای افغان او تا چند اندازه نشان دهنده تغییر روش دولت آمریکاست؟ تشکر. سلام بر شما و برای بینندگان شما. قسمی که در گزارش هم گفته شد، دوستی افغانستان یکی از دوستی بسیار عمده و مهم روی میز اداره آقای بایدن است و چیزی را که ما یک مقدار پیش بینی میکردیم و معلومات هم وجود داشت بود که یک بررسی برای دوستی خصوصا سر موضوع توافقنامه 29 فوریه صورت میگره و این بررسی میشه که اید صحبت های آقای تونی بلینکن هم در مجلس سنا مطرح شد که قدر رابطه با القاعده و کاهش خشونت باید بررسی شود که آیا طالبان با این تعهدات خود متعهد بودن یا نه. و به می سلسله آقای جک سلیوان امرای همتایش در افغانستان هم صحبت کرد که محور اساسیش امی بود که برای همتای افغانش اطلاع داد که ما این موافقتنامه را بررسی میکنیم و میبینیم که آیا واقعا این دو مورد به اتفاق پیوسته یا نه. ولی در پهلویش بحث های مهم دیگه هم وجود داشت که اویی بود که موضوع اهمیت دیپلماسی منطقوی مطرح شده، حمایت آمریکا از حفظ دستاوردهای حقوق بشری، دستاوردهای آزادی های افغانستان هم در این صحبت مطرح شد. آیا اندیشه، معنای این بازبینی چیست؟ آیا دولت جدید نگاهی انتقادی داره به توافقی که بین آقای خلیلزاد و همینطور طالبان انجام شده؟ خب من فکر میکنم از صحبت این اردو مقام بسیار مهم ایالات متحده امریکا معلوم میشه که اینا وضاحت کامل در بحث از این که در این توافقنامه آیا تعهدات جانب مقابل هم مراعات شده، یعنی چون امریکا به اساس همون تعهدات تعداد نیروهایی را که تعهد کرده بودن خارج کردن و به این اساس شک و شبه های وجود داره که گویا این امتیازات تقریبا یک جانبه هست و شاید که طالبا واقعا به طرف متعهدات خود پابند نباشن و هدف اساسیشان رسیدن برای صلح به او ترتیبی که ایالات متحده آمریکا فکر میکرده نباشه. آیا هنوز آمریکا میتونه از مسیری که بین طالبان و آمریکا طی شده برگرده؟ خب ای بحث فکر میکنم یک مقدارم وقت صحبت شد، ولی بله قدرت مثل آمریکا همیشه من فکر میکنم که توانایی زیر داره و در مواردی هم ثابت کرده که اگر احساس بکنه که یک موافقتنامه به نفعش و در نفع سیاست ها و استراتژیش در سطح جهان نیست از او میبره، مثل که ما شما دیدیم که از تعهداتش با ایران بیرون شد در زمان آقای ترامپ و همچنان با کوریای شمالی. این یک بحث است، بحث جداگانه. ولی در این بحث مشخص من فکر میکنم که امی دادن امتیازات بسیار و یک جانبه یک بحث اساسی است که این مطرح میشه و همچنان آوردن متحدین دیگه. تا هنوز متحدین ناتو و کشورهای منطقه در این بحث به او اندازه که باید داخل میبودن نبودن و حال یکی از نقاط دیگه که آقای سلیوان مطرح کرد با صحبتاش با آقای محب هم امی بوده که اینا مشترکاً یک بررسی میکنن و حتی در این مشورت ها را با حکومت افغانستان هم آغاز میکنن که به زودی یک هیئت از ایالات متحده آمریکا به کابل خواهد آمد و در جلسات پیش روی ناتو هم پروفایل افغانستان یا دوستی افغانستان مورد بحث قرار. طالبان چه خانشی خواهد داشت از مجموع حرفایی که رد و بدل شده بعد از روی کار آمدن آقای بایدن؟ خب طالبان تا هنوز از صحبتهایشان که معلوم میشه با این بحث برخورد محتاطانه دارن و دیدگاهشان این است که گویا اونا به تعهداتشان جامعه عمل کشاندن، ولی ما فکر میکنم که یک بررسی بسیار ساده ایره نشان خواهد داد که این موضوع واقعیت نداره. حکومت افغانستان بارها ایره واضح کرده با شواهد که بحث کاهش خشونت و بحث قطع رابطه با القاعده ای بحث‌های واقعی نبوده و دلایلی وجود داره که بالای ازی بحث‌ها شک داشته باشه. ولی در کل همه طرف‌ها، همه جوانب به شمول جمهوری اسلامی افغانستان، دولت ایالات متحده آمریکا متعهد برای پروسه صلح هستند و هم ما فکر می‌کنیم که رسیدن به صلح از یک طریق مذاکره
بین افغان ها و یک صلح عادلانه و عام شمول را حل مناسب قضیه افغانستان. و در نهایت از نظر شما ارزیابی که دارید روی کار آمدن آقای بایدن به نفع دولت و حاکمیت افغانستان شده یا برعکس ممکنه که باز هم وارد یک دوره طولانی از گفتگوها بشیم که معلوم نیستن به جایی برسه؟ خب یک بحث که واضح بود و ایرا قبلا شاید در پشت درهای بسته متحدین بین‌المللی ما هم میگفتن به کشورهای منطقه هم که نحوه به اصطلاح پکیج کردن امتیازات یک طرفه و یک جانبه بود، چیزی که آل ما فکر میکنم خواد شد ای بحثش نیست که به نفع ما میشه یا به نقص دولت افغانستان، فکر میکنم که اینا یک مقدار موازنه و توازن پیدا میکنن و این یک بحثی است که دید به طرف پروسه صلح یک دید پراگماتیک و یک دید منطقی میباشه، چون مگر شما متوجه شده باشین خود نحوه برخورد دموکرات ها در ایالات متحده آمریکا نحوه برخورد به اصطلاح اینستیتوشنالایز یا نهادی است. دیل های در پشت دروازه های بسته در تاریخ دموکرات ها بسیار کم بوده یا این که ما به خاطر ندارم. بسیار ممنونم از نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس. پلیس روسیه بیش از 2000 نفر را در جریان اعتراض‌های گسترده هواداران الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت، بازداشت کرده. یولیا ناوالنی، همسر آقای ناوالنی، هم در میان بازداشت شدگان است. در مسکو پلیس ضد شورش با معترضان درگیر شد، اما بعضی از آنها خود را به زندان محل نگهداری آقای ناوالنی رساندند. آقای ناوالنی هفته پیش از طرفدارانش خواسته بود برای اعتراض به سیاست‌های دولت به خیابان‌ها بیایند. فرنوش امیرشاهی با جزئیات بیشتر. درگیری پلیس و هواداران الکسی ناوالنی در مسکو. با وجود هشدار قبلی پلیس و نیروهای امنیتی در سرکوب هر نوع تجمعی، حالا هزاران نفر در پاسخ به فراخوان معروف ترین رهبر مخالفان دولت و منتقد جدی ولادیمیر پوتین به خیابان ها آمدند. الکسی ناوالنی از مردم خواسته بود برای اعتراض به سیاست های رئیس جمهوری روسیه به خیابان ها بیایند. من خستم، مثل خیلی از روسا منم خستم. 26 سالمه، تمام سالهای عمرم رو در دوران پوتین گذروندم و هر سال همه وعده های یه نواخت تکراریش رو شنیدم. معترضان در شهرهای مختلف روسیه خواستار آزادی الکسی ناوالنی هستند، اما پاسخ نیروهای پلیس برخورد خشونت آمیز و ضرب و شتم آنها بوده. این مرد از نیروهای پلیس میپرسد چطور میتوانید به چشم بچه هایتان نگاه کنید؟ به گفته منابع مستقل تا این لحظه بیش از 2000 نفر بازداشت شدند، از جمله یولیا، همسر الکسی ناوالنی. او با انتشار عکسی از خودش در اینستاگرام بازداشتش را تایید کرده. در اینجا هم پلیس لیوبوف سوبول، وکیل ناوالنی، را وقتی مشغول مصاحبه بود دستگیر کرد. پیش از او کیرا یارمیش، سخنگوی ناوالنی، هم دستگیر شده بود. تجمعه از شهر خابارووسک در شرق دور روسیه آغاز شد، جایی که هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و پلیس و نیروهای امنیتی با باتوم و کشان‌کشان آنها را دستگیر کردند. اینجا در مسکو ساعت‌ها قبل از شروع رسمی تجمعه‌ها، شهر در قرق نیروهای پلیس ضد شورش بود و صدها مانع فلزی برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمع کار گذاشته شده. الکسی ناوالنی یک شنبه قبل بعد از 5 ماه به روسیه برگشت و بلافاصله در فرودگاه دستگیر شد. او از طرفدارانش خواسته بود در اعتراض به سیاست‌های دولت به خیابان بیایند. آمریکا و اتحادیه اروپا برخورد با ناوالنی و طرفدارانش را محکوم کردند. کشورهای اروپایی قرار است درباره تحریم احتمالی روسیه تصمیم گیری کنند.
ما در حال بحث هستیم که در محکومیت دستگیری الکسی ناوالنی و برخورد با حامیان او چه موضعی اتخاذ کنیم. دوشنبه آینده نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا است و آنها در این باره و سایر موضوعات بحث خواهند کرد. بنابراین دوشنبه ممکن است تمایل کشورهای عضو برای رفتن به سمت تحریم روسیه وضوح بیشتری پیدا کند یا اقدامات دیگری را در نظر بگیریم. الکسی ناوالنی وبلاگ نویس و حقوقدان مطرحی بود که به جدی‌ترین مخالف سیاسی دولت روسیه تبدیل شد. او بعد از مسمومیت برای درمان به آلمان برده شد. آقای ناوالنی دولت روسیه و شخص پوتین را مسئول مسموم کردن خود می‌داند. ادعایی که مقام‌های کرملین به شدت رد می‌کنند. حکم بازداشت ناوالنی تا اواسط ماه آینده تمدید شده. مقام‌های روسیه می‌گویند او مقررات آزادی مشروط خود را نقض کرده. ناوالنی چند دقیقه قبل از دستگیریش گفته بود که می‌داند زمان درستی را برای بازگشت انتخاب کرده و هیچ ترسی ندارد. حالا این حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و پلیس در خیابان‌های مسکو با تجهیزات گسترده می‌تواند نشانی از این باشد که دولت کرملین ترس بیشتری از مخالف صاحب نامش دارد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. داروش رجبیان همکارم که مسائل روسیه رو دنبال میکنه از لندن با ماست. داروش، بد نیست اول در مورد این دور از اعتراض‌ها بگی. مدت‌ها بود که در روسیه اعتراضی به این شکل و با این وسعت دیده نشده بود. دقیقاً همینطور جمال، اعتراض امروز که در ده‌ها شهر روسیه برگزار شد واقعا خیلی‌ها رو غافلگیر کرد، وجود اینکه می‌دونستان که همچین دعوتی فراخوانی صورت گرفته ولی مقام‌ها خیلی تلاش می‌کردن جلوش رو بگیرن، ولی ظاهراً گفته میشه که در واقع این اعتراضات به گونه‌ای همچنان نشون میده که محبوبیت الکسی ناوالنی در میان توده‌ها احساس میشه، به گونه‌ای که حتی از پشت میله‌های زندان تونسته ده‌ها هزار نفر رو به خیابون بیاره. خبرگزاری رویترز میگه که مثلا حتی در مسکو فقط حدود 40,000 معترض در خیابونا بودن، در سن پترزبورگ هم تعداد بسیار زیادی که اگه واقعیت داشته باشه از سال 2013 بدین سو سابقه نداشته. و همینطور یک مورد بی سابقه دیگه رکوردی تعداد بازداشتی هاست که هرگز در تظاهرات در واقع روسیه این تعداد بازداشت نمی شدند، که همین لحظات پیش از این مصاحبه داشتم نگاه می کردم که گزارش شده بود که تا همین دقایق پیش 2432 تن بازداشت شدن در سراسر روسیه. یعنی این بار مشاهده شد که شهرهای خاور دور روسیه و سیبری بسیار فعالتر بودند، که حتی همونطور که در گزارش فرمایشم اشاره شد از خاباروفسک شروع شد اعتراضات و بعدش هم ولادیوستوک و آرخانگلسک و تومسک و اومسک، اونم در سرمای خارق‌العاده ماه ژانویه که آقای ناوالنی فکر می‌کرد به احتمال زیاد مردم یارای اون رو ندارن که بیان به خیابون‌ها. یادآوری کنم که تومسک همون شهری هست که 5 ماه پیش الکسی ناوالنی اونجا رفته بود برای تبلیغات انتخاباتیش برای انتخابات 2021 دو ماه، و همونجا در حال پرواز در واقع مسموم شد و در شهر اومسک که اون هم در سیبری هست فرود اومد تا منتقل بشه به آلمان. افراد متعددی بودند که در این سالها علم مخالفت با آقای پوتین رو برداشتن یا علم انتقاد رو. یکیش مثلا بوریس نمتسوف بود که کشته شد، گری کاسپاروف چهره بسیار شناخته شده در دنیای شطرنج. جایگاه آقای ناوالنی چیه؟ او در چه سطح و اندازه‌ای به حساب میاد؟ اتفاقا از این افراد که اشاره کردی، همین طور که گفتی آقای نمتسوف که کشته شد سال 2015 و آقای کاسپاروف هم مثلا در روسیه زندگی نمی کنه و خیلی هم در میان توده ها واقعا شناخته شد، در واقع میشه گفت بنی اجتماعی نداره، ولی تنها کسی که احساس میشه که تعداد طرفداراش بسیار زیاده و رو به گسترش هست، احتمالاً به دلیل مسمومیتی که دچار شد و همینطور به دلیل شجاعتی که به خرج داد و برگشت به روسیه، با وجود اینکه بهش گفته بودن تهدید کردن که اگه برگردی بازداشت میشی، ولی گفت که من هیچ ابایی ندارم برگردم، و بعدش هم تاکید کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا رو بخشیده و نباید بازداشتش بکنن، همین آقای ناوالنی هست. و احتمالاً یکی دیگه از دلایلش این هست که در واقع خواسته اصلی آقای ناوالنی هست که در این تظاهرات ما شاهدش بودیم که شعارهای میدادن روسیه بدون پوتین. این شعار در واقع پیش از انتخابات سراسری روسیه که ماه سپتامبر یعنی تا حدود 8 ماه دیگه برگزار میشه معنی میده. و این هم نکته مهمی که آقای ناوالنی، همه میدونن در روسیه که ورودش به عرصه سیاسی عجین بوده با فعالیت‌های ضد فسادش و
از همون آغاز حزب حاکم روسیه رو که روسیه واحد هست علنا حزب دزدان و کلاهبرداران نامیده بود و فیلم هایی رو منتشر کرده بود درباره چهره های برجسته و افراد اصلی کشور مثل آقای دمیتری مدودف و فیلم جدید دو ساعتش که همین 4 روز پیش منتشر شد درباره شخص پوتین، شخص اول کشور هست، با ادعاهایی که واقعا سرسام‌آور و تعجب برانگیزه که در طول این 4 روز در یوتیوب همین الان که نگاه میکنم چند دقیقه پیش حدود 72 میلیون بازدید داشته. الکسی ناوالنی چی میخواد؟ میخواد مثلا پوتین بر کنار بشه؟ میخواد نظام تغییر بکنه؟ خواستش چیه؟ خواسته اصلیش در واقع همینی هست که در شعارها امروز شنیدیم، پوتین در واقع روسیه بدون پوتین. فکر میکنه که در واقع پوتین در طول این دوران خیلی طولانی، یعنی در واقع 20 سالی که در زمام قدرت رو در دست داشته در روسیه، تونسته که یک شبکه‌ای رو ایجاد بکنه که تمام کشور رو در واقع اونطور که خودش میگه غرق در فساد بکنه. مثل همین داستانی که 4 روز پیش منتشر کرد، در اونجا در واقع اشاره‌ای داره به یکی از املاک آقای پوتین در شهر گنجلی که در ساحل بحر دریای سیاه هست، در واقع که میگه که مساحت اون، یعنی مساحت این شهرکی که آقای پوتین گویا برای خودش ساخته، 39 برابر شاهزاده نشین موناکوست و 1,370,000,000 ارزش داره. آقای ناوالنی میگه که در حالی که روسیه با وجود اینکه ثروتمندترین کشور جهان هست از لحاظ منابع طبیعی، مردمش بسیار زندگی سختی دارن، در بسیاری از نقاط روسیه مردم زندگی بخور و نمیری دارن و اصلا جایز نیست که رهبران کشور چنین زندگی فاخر مرفهی داشته باشه. ممنونم از داریوش رجویان. یک سال از تاریخی که احتمال داده می شود ویروس کرونا به ایران وارد شده می گذرد. برآوردهای بی بی سی از اطلاعات به دست آمده از ژنوم ویروس کرونا و تغییرات آن در یک سال گذشته نشان می دهد که نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران یک ماه زودتر از اعلام رسمی بوده. شهیدا هوشمندی در گزارش خود تحولات مرتبط با شیوع این ویروس در ایران را طی یک سال گذشته بررسی کرده. بعد از اعتراض‌های سراسری آبان 98 و ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک 2 موشک سپاه، تلاش مقام‌های ایرانی این است که راهپیمایی سالانه 22 بهمن و انتخابات مجلس به خوبی برگزار شود. چند هفته قبل از تاریخ راهپیمایی اما خط هوایی ماهان مسافرانی از چین به ایران می‌آورد. در بین آنها طلبه هایی که برای سال نو چینی به کشورشان رفته بودند. سوغات این مسافران برای ایرانی ها ویروس کرونا است. تا 1 هفته بعد از راهپیمایی حکومتی 22 بهمن ورود کرونا به ایران انکار می شود، تا اینکه در 30 بهمن 98 وزارت بهداشت مرگ 2 نفر بر اثر ویروس کرونا در شهر قم را تایید می کند. 2 موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده، تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک. 3 روز پیش از این تاریخ نامه منتسب به معاونت وزیر بهداشت خطاب به رئیس جمهوری در فضای مجازی منتشر می شود که از 45 مورد ابتلا و 4 مورد مرگ حکایت دارد. نامه تکذیب می شود، اما اینجا در بیمارستان کامکار قم درگذشت یک بیمار پرده پوشی دولت را به چالش می کشد، چون پیگیری های برادر پزشک او در رسانه ها بازتاب پیدا می کند. خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین. با وجود تأخیر در اطلاع رسانی، انتخابات مجلس با کمترین نرخ مشارکت در 2 اسفند برگزار می شود.
قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل محدودیت تجمعات را لازم اعلام می‌کند، اما خواستار به تعویق انداختن اجرای محدودیت‌ها تا بعد از انتخابات می‌شود. اینجا سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کند که وضعیت شیوع کرونا در ایران نگران کننده است. تیم سازمان بهداشت جهانی عصر امروز به تهران رفتند تا تجهیزات لازم برای مقابله با کرونا را به دولت ایران برساند. چندین ماه بعد اطلاعاتی به بی بی سی فارسی میرسد که نشان میدهد نخستین مورد مرگ ناشی از کرونا احتمالاً یک ماه پیش از اعلام رسمی اتفاق افتاده. این تصاویر هم خود گویای وضعیت همه‌گیری در ایران است. دولت از فرصت تعطیلات نوروز برای اجرای برخی محدودیت‌ها استفاده می‌کند. رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود. این ترافیک سنگین سفرهای نوروزی است که نشان می‌دهد پنهانکاری روزهای اول همه‌گیری چطور در رفتار شهروندان اثر گذاشته. ظرف یک ماه شمار مبتلایان کرونا یک رکورد تاریخی ثبت می‌کند. تابستان 99 اطلاعاتی جدید به دست بی بی سی فارسی میرسد. بر اساس این داده ها شمار واقعی کسانی که به دلیل کرونا در ایران جان دادن و یا مشکوک به ابتلا بودند تا 10 روز پیش نزدیک به 42,000 نفر بوده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی. دولت با وجود هشدارهای قبلی حاضر به لغو مراسم مذهبی نمی شود و عزاداری های محرم به سنت همیشگی برگزار می شود. در مراسم بعضی از حاضران ماسک نداشته و فاصله گذاری را رعایت نمی کنند. همزمان تصاویر این عزاداری غیر معمول توجه مردم را جلب می کند. برگزاری کنکور و مسافرت‌های تابستانی از دیگر عوامل است که میزان مرگ و میر را در تابستان بالا می برد. زنگ آغاز سال تحصیلی 2 هفته زودتر می خورد. بعضی از خانواده‌ها کودکان خود را به مدرسه نمی‌فرستند، اما بعضی دیگر که توان تأمین کامپیوتر و ابزار استفاده از آموزش آنلاین را ندارند یا از تحصیل باز می‌مانند و یا خطر می‌کنند و به مدرسه می‌روند. با بالا رفتن تصاعدی مبتلایان و جان باختگان در هفته اول پاییز موج جدید همه‌گیری آغاز می‌شود. همانطور که از ماه‌ها قبل پیش بینی شده بود، در پاییز شمار مبتلایان شناسایی شده به 3 تا 4 برابر آمار رسمی تابستان میرسد. پاییز و زمستان برای بسیاری در سراسر جهان تجربه‌ای هولناک است، اما آنچه امید را در جان مردم جهان و ایران نگه می‌دارد اخبار تولید واکسن است. I am thrilled to report that the FDA has authorized the Pfizer vaccine. از این مقطع در ایران بحث بر سر چگونگی خرید واکسن و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها به راه می‌افتد تا اینکه تمام بحث‌ها با این سخنرانی متوقف می‌شود. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این سخنان در حالی است که سازمان بهداشت جهانی و ده‌ها کشور در سراسر جهان ایمنی واکسن‌های کرونا را تایید و استفاده از آن را آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید واکسن‌های مورد تاییدش را در چارچوب برنامه کوواکس توزیع می‌کند تا تمام مردم جهان به صورت عادلانه به واکسن دسترسی داشته باشند. حالا به جای واکسن‌های مورد تایید کوواکس قرار است یک نوع واکسن تولید کوبا در ایران آزمایش شود. طی یک سال گذشته بیش از 1,300,000 ایرانی به کرونا مبتلا شدند و دولت مرگ بیش از 57,000 نفر را در اثر ابتلا به کرونا تایید کرده. اما نسبت به صحت این آمار رسمی تردید جدی وجود دارد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. لری کینگ، مجری مشهور تلویزیونی در آمریکا، در 87 سالگی در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت. او چند روز پیش به علت ابتلا به کرونا در بیمارستانی در همین شهر بستری بود. لری کینگ طی 6 دهه فعالیت با بسیاری از مشهورترین شخصیت‌ها و سیاستمداران جهان از جمله چهره‌های ایرانی مصاحبه کرده بود.
بیش از 60 سال با همه گفتگو کرد. افراد سرشناس و تاثیرگذار. برنده های اسکار. Spreading the news. The legendary Liza Minnelli is here. Tonight exclusive. رؤسای جمهوری. Conversation with President George W. and Laura Bush from the White House. You ever get you to say maybe? Maybe I was wrong. The decision to remove Saddam Hussein was the right decision. Not friends anymore. اگر کسی مورد توجه مردم بود در محکمه لری کینگ هم حاضر میشد. Were you with the president at times when intimately and he would also be conducting affairs of state? The story that he was on the phone talking to congressmen? Yes. It's the witching hour. Miami Beach's midnight flyer program. Born in Brooklyn. او در بروکلین نیویورک به دنیا آمد و در 20 سالگی دیجی مشهوری در فلوریدا شد. در این سریال جنایی در میامی هم او را دست انداختند. Hey, creep. From the nation's capital, you're listening to the Larry King show. در دهه 70 او برنامه رادیویی خودش را به نام Close to Coast روی آنتن برد. ترجیح میداد خودش را برای مصاحبه ها آماده نکند و اجازه میداد گفتگو روند خودش را داشته باشد. I like spontaneity. That's kind of broadcaster I am. I'm coming on the air saying good evening. My guest tonight is I have no idea what that question's going to be. Five great reasons to check out Larry next week. در دهه 80 او به یک شبکه تازه 24 ساعته خبری پیوست، CNN. خیلی ماهرانه همه را بازجویی می‌کرد، از دونالد ترامپ. Rumblings in the Trump camp point as far as the presidency. Could the Manhattan magnate be eyeing the White House or is he just calling a bluff? I have no intention of running for president, but I'd like the point to get across that we have a great country. But it's not going to be great for long if we're going to continue to lose $200 billion a year. When the man says, "Tough, Frank Sinatra." I tremble every time I walk, take the step, and I walk out of the wing onto the stage because I keep thinking to myself, "I wonder if it'll be there." بعد از ترک CNN، آن بند شلوارهای مشهور را تا همین اواخر میشد در برنامه لری کینگ ناو دید. They go, cut, cut. What is she doing? از برنامه گفتگو محورش به خاطر همکاری با آرتی که روسیه حامی آن است انتقاد زیادی شد. People don't expect you to be sitting at certain board table. You sense that. اما با میهمانانی مانند اوپرا وینفری او ثابت کرد که حتی در دهه 80 زندگیش قدرت جذب مخاطب را دارد. مثل همیشه تازه ترین ها رو میتونید در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com آدرس ماست. خصوصا تازه ترین ها رو در مورد کرونا در صفحه ویژه وبسایت ببینید. این برنامه و همینطور برنامه های قبلی بر روی وبسایت ما هست و علاوه بر اون میتونید به کانال ما در یوتیوب مراجعه کنید و این برنامه و برنامه های قبلی رو روی کانال ما در یوتیوب ببینید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر دیدید.